هنوزم که هنوزه من میبینم مثلا یک سال مونده به المپیک، کمیته ملی المپیک میاد یه حقوقی به حالا سرمربیای تیم المپیک پرداخت میکنه، که همین اتفاق هم افتاد. یه مبلغی داشت ماهیانه واریز حالا حساب آقای مهماندوست میشد. فدراسیون حالا اختلافشون با میاد، فدراسیون میگفت شما باید از یک جا حقوق بگیرید چون داری از فدراسیون می برای اونو قطع کردن، یه جاشو قطع کردن که دیگه آقای مهماندوست بهش فشار اومد و دیگه اون مصاحبه رو انجام داد و این اتفاق افتاد که ایشون حالا استعفا داد دیگه، خودش استعفا داد و دقیقا 10 ماه مونده بود به المپیک اتفاق افتاد. به تیم لطمه زد 100%. به هر حال من خودم به شخصه 4 سال 5 سال با ایشون داشتم تمام مسابقات رو شرکت میکردم، تمام افتخاراتم بیشترین افتخاراتم با آقای مهماندوست بوده و واقعا لطمه خورد. ولی خب میگم این اتفاقم افتاد و ما هم دیگه به مسیرمون ادامه دادیم دیگه، چون المپیک هر 4 سال یک بار برگزار میشد، نمیتونستیم ول کنیم بریم به خاطر آقای مهماندوست. به هر حال چون تو این 4 سال 5 سال خودم به شخصه دارم میگم خیلی زحمت کشیدم، تو همون وزنی بودم که تو مسابقات المپیک شرکت کردم و 4 سال 5 سال واقعا افتخارات زیادی کسب کردم، رنگ 1 و 2 دنیا بودم و نمیتونستم ول کنم به خاطر آقای مهماندوست بیام بیرون. ولی خب به مسیرم ادامه دادم و حالا اون اتفاق هم افتاد. 4 سال بنده، 5 سال افتخاراتم با آقای مهماندوست بود. یه دفعه کلا سیستم تمرین عوض میشه، مربی جدید که میاد و واقعا شرایط سختی بود دیگه. خب منم آسیب دیده بودم دیگه بدتر، ولی میگم با این حال تونستیم حالا افتخار رو کسب کنیم. همیشه هم تو مصاحبه هم گفتم ببینید من با آقای فریوز از سری کار کردم، به هر حال احترام خیلی زیادی بهشون قائلم، در کنارشون مربیگری کردم، ولی همیشه تو مصاحبه هم گفتم با خروج آقای مهماندوست از ایران تکواندو ایران لطمه خورد. شما هر مربی رو میتونید با رزومش بسنجیدش دیگه، آقای مهماندوست نمیخوام تعریف کنم، رزومش نشون میده آقا تو چین تایپه بود، تونست 3 تا مدال المپیک بگیره، تو آذربایجان که آذربایجان خواب مدال المپیک رو نداشت، رفتش تو المپیک ریو بود دیگه، 3 تا مدال گرفتن، طلا المپیک گرفتن، 2 تا برنز گرفتن. رزومه مربی ها مشخص میکنه که آقا عملکردشون به چه صورته و ایشون هم رزومش واقعا قوی بود، کاربلد، انسان صاف و ساده، هر چی بگم کم گفتم دیگه از ایشون دیگه. ایشون رفت آذربایجان و حتی من به اردو آذربایجان منو دعوت کرد، رفتم تمرین کردم یه تایمی، میگم خب من یه تایمی میخواستم از ایران برم، حتی میخواستم دوران ورزشی حالا 3 سال 4 سال چون بدنم سالم بود داشتم ورزش میکردم. حالا بعد از المپیک لندن برای عمل جراحی کردم، بعدش اومدم رفتیم تو کشور اسلامی مدال طلا گرفتم، تورنمنت‌های مختلف. با این حال ببین من 2 تا پامو عمل کردم، الان شما برید ورزشکارایی هستن که پاشون عمل میکنن دوباره، من خیلی به بدنم رسیدم. همین الان آرمین آدیپور رو میبینی عمل کرد، دوباره عمل کرد، دوباره پاشو عمل کرد، یعنی ACL، یعنی خیلی ها بودن که عمل کردن نتونستم، ولی من تونستم 3 سال 4 سال دوباره دوران ورزشیم تونستم افتخار کسب کنم، تورنمنت ها نمیدونم، ولی خب تو رنگ کم بودم، مسابقات گرنپری میرفتم، مدال میگرفتم، ولی به هر حال ارزش ما رو حفظ نکردن دیگه تو اون 3 سال 4 سال. به هر حال با وجود آقای میگم با آقای مقالو که اومده بود این اختلاف ها افتاد و درست بود تو حالا تو انتخابی ها مثلا یکی دو بار شکست خورده بودن، ولی اینا تو گفته هاشون تو صحبت هاشون گفته بودن که آقا ملاک ما مسابقات انتخابی نیست، ملاک ما مسابقات برومرزی هم هست، که من تو مسابقات برومرزی دقیقاً تو مسابقات اوپن هلند و آلمان تونستم من مدال طلا و نقره بگیرم، که انقدر من خوب کار کردم. اون موقع آقای ذوالقدم مدیر فنی بودش دیگه، که شب بچه ها رو جمع کردن تو هتل تو اتاق آقای ذوالقدم که گفتن آقا ما تو وضع چهارم که آقای اسبقی مثلا میخواد بره مسابقات فلانی قهرمانی آسیا، بازی آسیایی بود، نمیدونم قهرمانی آسیا بود، جایگزین میخوایم کنیم آقای معتمد با توجه به عملکردی که داشت، ایشون جایگزین آقای اسبقی میشه تو مسابقات قهرمانی آسیا، میگم با توجه به عمل کردی که از خودم نشون داده بودم سال 2014، که آقا ما دیگه برگشتیم ایران و فرداش، یعنی همون شبش که رسیدیم فردا صبحش آقای مقالو به من زنگ زد، آقا من نمیتونم از این تصمیمم، میخوام صرف نظر کنم. گفتم بابا یعنی چی صرف نظر کنم؟
شما من کاپیتان تیمم، شما جمع کردی خودتون خواستی، من که نمیخواستم برم قهرمانی آسیا، خودتون گفتی آقا چون خیلی عملکردت خوب بود، همه حریفاتو با اختلاف شکست دادی، ما میخوایم، خودتون گفتی. الان من به خانواده‌ام گفتم چطور، نه گفت آقا حرفشو زد دیگه، گفتش که من نمیتونم و همون آقای عصاقی باید بره مسابقات قهرمانی آسیا. میگم ما رو یه جورایی خراب کرد آقای مقانلو. و دیگه با این حال من باز اردوی تیم ملی شروع شد، چون تو رنگ بودم باز رفتم تو اردو، به مسیرم ادامه دادم باز شد مسابقات قهرمانی جهان 2015 اگه اشتباه نکنم، که میگم این با این حال هر کسی بود اردو تیم ملی رو ول می‌کرد و میرفت، ولی من با این حال گفتم که چون واقعا عشقشو دارم میخوام ادامه بدم این مسیر رو، که ادامه دادم. دوباره آقای مقانلو دوباره مثل اینکه نمیدونم به چی فشار اومده بود، دوباره آقا مثلا میخواست آقای اسبقی رو بدون انتخابی فیکس کنه به مسابقات قهرمانی جهان، که دوباره ما رفتیم هلند، اومدیم اونجا من یه پام آسیب دید، اومدیم آقای نصرم بودش که دیگه برگشتیم، ایشون گفت وضع آقای اسبقی هم آسیب دید، رباتش پاره شد و آقا ایشونو میخواست ببره مسابقات قهرمانی جهان، که آقا ما رفتیم اومدیم دوباره اونجا ما یه اختلافی بینمون پیش اومد دیگه، گفتیم آقا رو چه حسابی شما قول دادی، گفتی که آقا برید هلند بیاید انتخابی میذارم تو این، یه بس میخوای انتخابی نذاری مگه میشه، که آقا من دیگه همونجا ساکمو دیگه برداشتم و رفتم، بعد انتخابی میذاش بری نذاش، میخواست ایشونو فیکس کنه. من یه صبحش اومدم بیرون با آقای نصر گفتم اردو باش، من میدونم آقای اسفاقی پاش پاره شده، شما فیکس میشی، ولی من نمیخواستم حرف این بشه، منم میتونستم بمونم، میتونستم بمونم اردو تیم ملی، ولی چون دیگه حالا باش بگو مگو کردیم دیگه اومدم بیرون، که دیگه همون بعد از ظهرشم سر تمرین آقای اسفاقی گفته آقا من نمیتونم تمرین کنم، که آقای نصر انتخاب شد برای مسابقات قهرمانی جهان بدون انتخابی، که دیگه میگم ما جر و بحثش ما کردیم، یکی دیگه رفت مسابقات قهرمانی جهان، که ایشون هم رفت باخت دیگه به کره جنوبی باخت. خلاصه اختلاف ما از این دو تا برخوردی که حالا بود، میگم دیگه به ورزش من لطمه زد متاسفانه اون دو سال سه سال، با این حال که مثلا بی احترامی میشد به ما همه جوره، ولی باز ما به خاطر اینکه حالا وارد حاشیه نریم موندیم. رابطه‌مون خوب بود، نمیدونم من که اصلا توقع نداشتم، چون میگفتم آقا من انتخابی با یه اختلاف با آقای اسفایی باختم، خب بعدش بلافاصله رفتیم تورنمنت آلمان هلند، خودتون خواستی خب چه کاری آقا، میگفتین نه ما رو همون انتخابی که زدیم تیم همون بستیم دیگه، چرا خودتون گفتید که فلانی خط بخوره به جاش معتمد بیاد، بعد رسیدیم ایران چه اتفاقی افتاد، کی به شما زنگ زد که از نظرت نتونستی سر حرفت باشی، من از این ناراحت شدم، ولی با این حال میگم باز من رفتم تو اردو تیم ملی. اون موقع من اختلاف داشتم دیگه، والا کم و بیش دیگه با فدراسیونم اختلاف داشتم دیگه، 2014 دنبال حقوقم بودم، بورسیه بودم، اینا برداشته بودن، حالا تو مصاحبه قبلا هم گفتم برداشته بودن جای من امضا کرده بودن و هزار تا کار کرده بودن، که دیگه ما سه سال رفتیم دادگاه اومدیم دیگه، بعدش دیگه حالا اومدیم صلح کردیم دیگه. بعد اینا ببین حتی اینا اینقدر رو من فشار گذاشتن، اگه یادتون باشه اگه میدونید دیگه المپیک ریو وضع ما سهمیه نگرفت دیگه، آقای اسبقی هم نتونست سهمیه بگیره، کلا سه وزن رفت 58 منهای 80 مثبت 80 وزن 68 نرفت، که میگم اینا حتی المپیک هم از من گرفتن، یعنی من حتی میتونستم دو تا المپیک سه تا المپیک برم چون سالم زندگی کردم سالم ورزش کردم، ولی میگم این سهمیه میشد دیگه، اگه ما رو حمایت میکردن اگه میموندیم تو کوران مسابقات میتونستیم، چرا که نه. بعد از المپیک لندن من جزء چون موقع انتخابات فدراسیون بود دیگه، اونجا خیلی با من مدال نقره گرفته بودم با شرایط بعد با زانو پاره، کسی فکرش هیچ کی هم نمیدونست، من میدونستم و دکتر تیم و آقای عسکری، که ما آقا مدال نقره المپیک گرفتیم، بعدش اصلا شما دقت کنید مدال من خیلی بی‌ارزش شد، نه وقوکرنایی شد نه رسانه‌ای اونجوری، مثلا احسان عددی هم مدال المپیک گرفت، نقره اون با نقره من چقدر متفاوت. که بعد من انتخابات فدراسیون شد، من گفت همه جا گفتم به پولادگر رأی نمیدم، اون موقع هم حالا نگاه کنید آقای سایی میخواست بیاد، یادتون باشه تا دم در انتخابات اومد آقای سجادی نذاشت بیاد، چون موقع ایشون شورای شهر بود یادتون باشه، گفتم به خاطر دو شغله بودن آقای سایی نمیتونن شرکت کنن،
2012 من اونجا اختلافم با آقای رئیس فدراسیون، من اون نماینده ورزشکارا بودم، حق رأی داشتم دیگه، که حتی من اونجا ما چوبش هم خوردیم دیگه سر آقای سایی، همه جا هم حالا ما هیچ جا نگفتیم، خودش حالا یکی دو بار معرفت داشته رفته گفته آره این 3-4 سالی هم که معتمد بیرون بوده به خاطر من بوده، که ما اونجا حتی میتونستیم چون آقای سایی نیومد، من خواستم با آقای سایی رأی بدم، حتی آقای سایی تو انتخابات نیومد، من گفته بودم به پولادگر، تنها رأی سفیدی هم که اونجا بود رأی من بود، همه هم میدونست آقا من به پولادگر رأی نمیدم، که ندادم، اختلاف ما از همونجا شروع شد که بحث بعدش بحث بورسیه شد و دیگه حالا بورسیه‌مون هم دیگه دنبال حقوقمون بودیم. من صاف و صادق آقا الان مثلا دارم انتقاد میکنم دمه در آقای سایی بهش گفتم آقا میدونی محمد معتاد به خاطر چی این اختلاف افتاد؟ به خاطر شماست، من 4 سال 5 سال بیرونم، چرا مثلا من الان چند تا مگه مدال لیست المپیک داریم تو تکفاند؟ 3 نفریم، کیمیا علیزاده که رفته هیچ، خب چرا من باید مثلا بیرون باشم؟ چرا باید مثلا دنبال کلاس خصوصی باشم شاگرد خصوصی بگیرم؟ به خاطر شماست دیگه، چرا تو اون 4 سال حمایت نشدم؟ حمایت به حق، نه که بخواد به ناحق حق کسی رو بخورم بخوام برم مسابقه، به حق، به خاطر همین بود دیگه. اینا هم به ما چی میگن کینه شطوری رو بستن و الان رابطم مثلا با آقای پولادی بد نیست، مثلا حالا پیام تبریکی اینا داریم با هم، یعنی روابط اینجوری داریم، ولی زیاد قاطی نمیشم، یعنی باهاشون زیاد قاطی نیستم. الان هیچ کس مثلا شما نگاه کنید ببینید مصاحبه ها رو دیگه، بعد از حالا این اتفاقی که ایشون اومد آقای سایی اومد رئیس فدراسیون، هیچ کس انتقاد نکرد، فقط منم دارم حرف میزنم، بعد حالا اونوریا میگن که آقا این همه حرف میزنی مثلا آقای پولادگر برات چیکار کرده، چیزی داشته برات نفعی داشته؟ میگم نه خدا شاهد، فکر میکنن حساب کتاب مثلا ما داریم باج میدیم باج بگیریم، نه خدا شاهد چیزی نبوده، حرفمون رو صادقانه زدیم. میگم دوستاشون، دوستایی که حالا بین من و آقای سایی دوستای مشترکمون هستن دیگه، میخواستم تابعیتم عوض کنم برم آذربایجان، پیشنهادم داشتم آذربایجان، پول خوب میداد ولی رضایتنامه نداشتم، میدونستی اون موقع قانون بودش دیگه، الان هم هست، کسی که مدال المپیک داره، حالا جهانی آسیایی 2 سال، المپیک 3 سال، 3 سال بعد از آخرین مدال بگذره، منم آخرین مدالم 2015 بود، یعنی بعد تا 2018 صبر میکردم، تو این 3 سال میخواستم چیکار کنم، رضایت نداشتم ولی پیشنهاد خوبی داشتم از آذربایجان، که اون موقع هم آقای مهماندوس اونجا بود دیگه، منو میخواست، ولی اینا رضایتمو ندادن دیگه، آقای پولادگر رضایتمو نداد و دیگه تصمیم گرفتم که دیگه بذارم کنار و بیام تو بحث مربیگری دیگه فعالیت کنم. البته من به فال نیک گرفتم، خدا رو شکر که این اتفاق نیفتاد برای من، چون فقط آذربایجان نبود، من حتی امریکاش حتی گرجستانش رفتم دیگه، هر مثلا میرفتم تا یک قدمیش میرفتم 90% کارم 10% یک گیر میافتاد تو کارم و میگفتم آقا این قسمت واقعا، الانم خیلی خوشحالم که این اتفاق نیفتاده. آخر ورزش رفته بودم دیگه، همه مدالا رو داشتم، هم دنبال پوله بودم هم دنبال حالا مداله، یعنی بیشترش دنبال علاوه مالیش بودم، چون اینجا که بابا این همه مدال هر جای دنیا ما این مدالا رو میگرفتیم مجسمه‌مون رو میساختم به خدا، ولی تنها کسی هم که حالا شما برید هر جا برید سوال کن، تنها کسی هم که از مدالش استفاده نکرده من بودم، آی بخوام برم پشت در فلان کس بخوام برم از امتیازش استفاده کنم، نه من این کار رو نکردم، ولی خیلی ها این کار رو کردن تو رشته‌های مختلف. بابا الان یارو طرف تورنمنت داره، تورنمنت میره یه بوق و کرنایی میکنه زمین میگیره تو شمال، میگم تورنمنت هم میزنه توش مسابقات جهانی، یه تورنمنت مثلا جیوان مثلا 10 امتیاز داره میزنه، ما از مسابقات جهانی با همون میره یه دونه زمین میگیره. ما خونمون رو ندادن مسکن مر زمان آقای احمدی نژاد که جایزه بازی آسیایی بود، که خونمون هم گفتن آقا تو مثلا خونه پدری به نامت هست نمیتونیم کسایی، فکر کنم مسکن مر اینجوری بود که کسی که خونه به نامش بوده نمیدادن، میگفتیم نمیدونم پردیس بوده دم، ولی این ما همه جا مصاحبه گفتیم آقا این جایزه بوده، شما گفتی جایزه است، چه ربطی داره خونه به نامت هست و اینا، که دیگه خونمون هم ندادن دیگه، پدری به نام حالا ستونگش به نام ماست،
الان هم هست آقا. ببین حالا مشاوره های خیلی خوبی داشت قبلا، فکر کنم حالا اون مشاوره ها رو از دست نمیتونم اسمشون رو بیارم، مشاوره هایی که باهاشون بودن خیلی خوب بودن. میگم تا قبل از حالا 2016 واقعا با تیم خیلی خوبی کار میکرد. بعد یه سری آدم ها بهش نزدیک شدن متاسفانه، حالا به عنوان دوست ولی دشمنش بودن، که واقعا هم از همونا ضربه خورد دیگه. هنوزم که هنوزه این اوف وجود داره و متاسفانه با رئیس فدراسیون جدیدی هم که اومده بدتر هم شده دیگه. خودتون میبینید نتایجی که کسب میشه و اتفاقایی که تو فدراسیون داره میفته. دارم دلسوزانه دارم از تکواندو دفاع میکنم، انتقاد میکنم، حرفایی هم که زدم نتیجهش هم اتفاق افتاده، نتیجه بدی بوده، یعنی پس حرفای من درست بوده. ایشون آدمیه که انتقاد پذیر نیست متاسفانه و همیشه طلبکاره. فکر میکنه مثلا باید از آدما طلبکاره. میدونی چی میگم؟ درست آقا شما پر افتخار تا این ورزشکار کشور هستی، ولی خب دلیل نمیشه که تو دنیا افتخارشون از تو خیلی بیشتره. ولی شما نگاه کن ببینید عملکردشون چجوریه، برخوردشون با آدم ها چجوریه دیگه. این بوده دیگه. منم دارم انتقاد میگم، من با کسی خصومتشم، ولی ایشون با من خصومت داره. خب حتی بهش قبل از مصاحبه هم به شما گفتم، گفتم رفته رایزنی کرده اسم من رو از کمیسیون ورزشکارایی که اعزام داشتیم به عنوان نماینده ورزشکارا بودم تو کمیسیون قرار بود برم مصاحبه کشور اسلامی، ولی ایشون رفته حالا با ارتباطی که زده پیش آقای صالح امیری و پیش آقای رحیمی که رئیس کاروان هستن اسم بنده رو، حالا که منم به دوستان گفتم که بهش گفتم که با من اندازه موهای سر سفر رفتم، حالا شخصی نمیدونم با تیم بدون تیم رفتم، عشقشو ندارم سفر، آینده خوبی نداره این فدراسیون. همه میگن آه، من نمیگم. حالا همه میگن که فقط من دارم حرف میزنم تو این بچه‌ای که هستیم دیگه. اکثرا حالا با ارتباطی که با آقای سایی دارن حتی حقشون هم نیست، ولی تو اردوی تیم ملی هستن دارن مربیگری میکنن. من میگم آقا قهرمان خوبه، آقا قهرمان باشه ازش استفاده، ولی قهرمانی که رزومه ورزشیش رزومه مربیگری داشته باشه، نه اینکه صرفا حالا قهرمانه نمیتونه مربی خوبی باشه که. آره قهرمان داریم، برای رزومه مربیگریش هم خوبه، دارن ازش استفاده میکنن. نتیجه هم برای اینکه حالا قهرمان باشی بخوای بری مربی تیم ملی بشی که دلیل نمیشه که. باید ببینی آقا تو تیمداری کردی، باشگاهداری کردی، مربیگری کردی، ولی خب متاسفانه ایشون از یه سری آدم ها، یک سری ها نمیگم همه، خیلی هاشون هم باشگاه دارن، به هر حال باشگاهداری کردن، تیمداری کردن، دارن الان مربی تیم ملی هستن، همه رو نمیگم، ولی خب یک سری هم متاسفانه با رفاقتی که با آقای سایی دارن الان اومدن مربی تیم ملی شدن و میبینید نتیجهش هم دارید میبینید دیگه. بیشتر من بحثم بحث بزرگسالانه. ببین الان بانوان راهشو یاد گرفته، با همون کادر فنی قبلی مسیرشون رو یا همواره و نتیجه خیلی خوبی هم میبینید دارن کسب میکنن، بهترم میشن. نونهالانمون قبلا خب بوده، خوب بوده، نوجوانان خوب بوده، حالا پومسمون حتی خوب بوده که آقای نظری هم ایشون سرمربی بودن و ایشون هم اومد یک بار عوض کرد. میگم نتایجشون خوب بوده، ولی بیشتر بحث کیوروگی بزرگسالان بوده که ضعف بوده. میگم اون موقع هم که من تیمو تحویل گرفتیم، یعنی به پیشنهاد آقای عسکری، تو همون 5-6 ماه به هر حال نتایج خوبی کسب کردیم، تیمو جمع کردیم، ولی یک بار به هر حال چی میگن کادر آقای عسکری عوض کردم، بعد دیگه حالا آقای مقالی اومد و نتایجشون هم دیدید دیگه تو مسابقات قهرمانی آسیا. ما بعد از 20 سال پنجم آسیا شدیم دیگه و این واقعا جای دفاع نداره دیگه. کلا بعد از المپیک ریو ایشون نه باشگاهداری کرده بود نه سمیناری رفته بود، به روز نبود، آپدیت نبود، بعد ارتباطش، بعد بازیکنای ما رو نمیشناخت. این نسلی هایی که میبینید الان ما چند تاشون هم ما معرفی کردیم به تیم ملی، همون زمانی 4-5 ماهی که ما بودیم بهشون میدون دادیم، اومدن تو مسابقات جام فرد پرزنکاپ اومدن طلا گرفتن، نقره گرفتن، ما معرفی کردیم. همون بازیکن‌ها اومدن تو مسابقات قهرمانی آسیا 3 نقره گرفتن. آقای مقالو هم تو مسابقاتش گفته بود که مگه من نبودم 3 فینالیست هم نداشتیم، در حالی که آقا ما قبلش مسابقات پرزنکاپ رو داشتیم، جام فرد رو داشتیم، همین تیم آذربایجان، همین ازبکستان قهرمان المپیکش اومده بود، همه اومده بودن دیگه، قزاقستان، فقط یه کره نبود دیگه.
شما هم که با هر کره‌ای بازی کردید، با هر کی خوب خوردید باختید دیگه. اگه مثلا به ازبکستان بازی اول همین بازیکنتون میخورد که میباخت، که اوت میشد، که حالا فینال خورد. حالا مثلا اگه آقای بوساق بشه مثلا سرمربی جهانی، اصلا بین بچه‌ها اختلاف میفته، هرج و مرج میشه. اینا نمیدونم دیگه. حالا ایشون آقای سایی با مدیریتی که میخواد همه رو دستش نگه داره دیگه، همه رفیقاش که هستن باشن، و این داره به تکواندو لطمه میزنه دیگه متاسفانه. و من یه همیشه هم گفتم من همه اینا دارن این کارا رو میکنن، فقط این بچه‌ها ان که لطمه، با جوونی این بچه‌ها دارن بازی میکنن، عمرشون داره تو این اردوها سپری میشه متاسفانه. خوب مدیریت نمیشن، حالا به خاطر حالا پست و مقام اختلافایی که دارن لطمشو بچه‌ها میخورن. و اینم این اتفاق هم تو همین مسابقات قهرمانی آسیا افتاد دیگه. سوالتون برای اختلاف سرمربی چیه؟ دیگه آقا خودشون تشکیل دادن دیگه، چجوری میخواد الان پیشنهادش اینا بعد یه سرمربی میذاشتن، یه دونه مثلا تیم ملی امید، تیم ملی امیدی، اگه تیم ملی امید واقعا تیم ملی امید بود دیگه اون مربی به خودش اجازه نمیداد که بخواد بیاد بگه که آقا من باید بشم سرمربی مثلا بزرگسالان. الان با نتیجه‌ای که الان بزرگسالان به دست آورده 100% بعد ایشون بره کنار. الان ایشون گفته که من دنبال فرصتم، دنبال زمانم. بابا تیم ملی که دنبال زمان نباید بگردی، دو سال لیگ المپیکه، چه زمانی می‌خوای؟ دو سال زمان می‌خوای یعنی تا تیم ملی رو بخوای بسازی؟ نمیشه که. الان به همون مجمعی که آقای سایی رو راه ندادن برگردی بهشون رأی میدادی؟ به کی؟ آقای سایی. نه 100% نه نمیدادم. چرا؟ نمیدادم آقا دیگه. یعنی بین انتخابات باشه الان بین پولاد سایی شما پولاد رنگی؟ بله. چرا که نه آقا، عملکردش خوب بوده. آقا من یه اختلافی داشتم، دنبال حقوقم بودم، حقوقم حالا بعد 3 سال گرفتم، ولی خب تو این 20 سال شما ببینید مدیریتش خوبه. من گفتم خودم انتقاد میکردم از فدراسیون همون زمان آقای پولادگر، ولی خب میگم آدم های دوروبر پولادگر 2 نفر 3 نفر مشاورای خوبی نبودن که همونا هم آقای پولادگر رو به قول معروف هوا کردن. ببخشید من اینجور میگم، من زمان آقای پولادگرم ببینید هیچ کس نمیاد تیم ملی که لهه، ببخشید بزرگ سالانم له بود دیگه. اون موقع به پیشنهاد گفتم آقا من داشتم خب فعالیت میکردم، سمینار میرفتم، 2 سال مربی هندوستان بودم، خوردیم به کرونا که نتیجه خوبی هم تو هندوستان گرفتم، خوردیم به کرونا اومدیم ایران، حالا ایران هم رفتیم باشگاه خصوصی، یعنی کار کردم، یعنی خودم رو سعی کردم آپدیت باشم بتونم تجربیاتم رو در اختیار جوانا قرار بدم. تو اون وضعیت کسی تیم ملی قبول نمیکرد بیاد مربی شه، با این حال که میدونستی آقا 1 ماه 2 ماه 3 ماه بعدش انتخاباته، ولی به خاطر اینکه من کمک کنم به این بچه ها رفتم نتیجه هم گرفتم، یعنی خالصانه بود قرارداد. من میدونستم تا اسفند ماه، میدونستم آقا پولادگر اگه بشه شاید تمدید کنه، آی سایی که بشه که اصلا ما میایم بیرون، یعنی هدفم فقط کمک کردم. الانم که بیرونم میگم فقط کمک میکنم، حالا با انتقادی که میکنم، با حرفایی که میزنم، امیدوارم حداقل حرفای ما رو نمیگم ما خیلی کوچیکیم تو تکواندو، ولی گوش زد کنن به نفع خودشون تموم کنن که بتونه. نه دیگه ما انقدر اختلاف داریم که ایشون داره برامو میزنه همینجوری. ببین الان ما با نتیجه که تو قهرمانی آسیا به دست اومد، با نرفتن حالا به مسابقات گرنپری، من خودم اعتقادم میگم آقا چرا بازیکن رو تو فشار میذاری به خاطر رنکینگ که برن مسابقات گرنپری، حالا رنک 1 تا 6 باشن مستقیم برن المپیک. گرنپری ایتالیا رو نرفتم، پاریس هم که از خداشون بود نرن، که آقای مقالود مسابقه کرده بود که اون که از خداش بود نره، مسابقه کرده بود که کادر من خط زدن. پسر خوب بگو دو تا بازیکن میخوای ببری گرنپری، میخوای 3 تا مربی ببری، نمیشه که. اینا یعنی از پیش برنامه‌ریزی شده بود که چون با توجه به نتایجی که تو مسابقات قهرمانی آسیا کسبیان گفتن که اینجا هم نریم دیگه، چون حفظ کنن حالا بتونه حالا تو مسابقات قهرمانی جهان بتونه حالا به مربیگریش ادامه بده. و اینم از خداشون بود که نرم، و متاسفانه میگم با این روندی که حالا هستش فکر نمی کنم حتی ما بتونیم سهمیه المپیک تو قاره آسیا بگیریم، حتی